سلام، پرستو بهرامی راد با برنامه موازنه در خدمتتون هستم. امروز میزبان آقای احمد دستمالچیان، کاردار سابق جمهوری اسلامی در عربستان سعودی هستیم. سلام آقای دستمالچیان. سلام علیکم و رحمت. خیلی لطف کردین که دعوت ما رو پذیرفتین. من ورودی خیلی بلندی نگفتم آقای دستمالچیان، چون موضوعاتی که میخوام باهاتون مطرح کنم یه ذره گسترده است و اول از همه میخوام در خصوص عربستان و توافقی ما با عربستان داشتیم صحبت بکنم. یک توافق شکل گرفت قبل از عید یعنی سال که شروع شد، قبل اسفند ماه سال گذشته. در حقیقت توافقی که خیلی هم راجبش مانور داخلی شد تو منطقه، هم نشون داد که حالا خیلی مورد توجه قرار گرفته و حتی در غرب. حالا این توافق هم در پکن اتفاق افتاد. من میخوام بدونم این توافق از نظر شما که به هر حال عربستان رو خوب میشناسین چقدر به نفع ما در روابط دو جانبه است، چقدر به نفع ما در روابط منطقه است و چقدر به نفع ما در سیاست خارجیمون برای روابط با دنیا است. فهم کنین این روند چگونه بوده و چه ضررهایی این توافق برای ما داشته. بسم الله الرحمن الرحیم. از اینکه در خدمت ما هستیم خیلی متشکرم و فرصت خوبی است که با هم گفتگو کنیم. خب ببینید، روابط ما با عربستان طی 100 سال گذشته دائم در معرض تلورانس های شدید بوده، بالا پایین زیاد افتاده. دلیلش هم اینه که به هر حال دو قدرت منطقه‌ای با هم سرسخت رقابت دارن. حتی ایام قبل از انقلاب هم این ما رقابت داشتیم و گرفتاری رو داشتیم که دو دفعه به قطع روابط کشیده شد. هرگاه که موازنات منطقه‌ای باعث بشه که این کفه ترازو به نفع یکی و به ضرر یکی دیگه بشه، حالت تنش و رقابت شدید میشه، گاهی وقتا به قطع روابط منجر میشه. هرگاه توازنات منطقه‌ای به تعادل برسه، ایران و عربستان هم به هم میرسن. در توافق پکن باید چند نکته رو بررسی بکنیم که چرا توافق پکن صورت گرفت، در چه بستری، در چه شرایطی. خب عربستان به شدت در منازعات منطقه‌ای به بنبست خورده بود، به شکست خورده بود، چه در تجهیز تکفیری ها که میخواستن سوریه و عراق رو تجزیه بکنن، در جنگ های نیابتی با رشادت حاج قاسم سردار شهید بزرگوار ما و با همت مجاهدین این توطئه عظیم شکست خورد. و چه در یمن، ما یادمون نرفته که یه روزی عربستان میگفت دو هفته من کار یمن را تموم میکنم. خب تمام این تهدیدهای بزرگی که میکرد شکست کشیده شد. تمام اون ادعاهای بزرگی که میکرد با بنبست مواجه شد و شکست خورد. خب در یک شرایطی قرار گرفت عربستان که میخواد خودش از این باتلاق بیرون بیاره. از طرف دیگه افول هژمون که سالیان درازی است، حدود 7-8 ساله من مطرح میکنم، در منطقه عملا داره اتفاق میفته. آمریکا در عربستان، در افغانستان فرار کرد، شکست خورد و فرار کرد. در عراق نتونست اون نتیجه مطلوب رو بگیره. در سوریه تمام نظام جهانی سرکردگی آمریکا گذاشته بودن که آقای بشار اسد بره و مقاومت رو به شکست بکشونن، نتونست. و خیلی از یک لیست بلند بالایی میتونیم بدیم از اینکه آمریکا افول هژمون پیدا کرده، یعنی نمیتونه قدرت برتر و مسلط و تعیین کننده و تاثیرگذار باشه. خب در منطقه هم الان همینطور هست. این خلأ ای که به وجود اومده، این خلأ توازن، چین میخواست که استفاده بکنه، جای این خالی را پر کنه، هم از نظر اقتصادی و هم وقتی که حضور پیدا کنه از نظر سیاسی و ژئوپلیتیکی. این یک فرصت بسیار طلایی بود که چین میخواست بهره برداری بکنه. جمهوری اسلامی هم که از همیشه معتقد بوده که در امنیت در منطقه باید امنیت و ثبات بدون دخالت بیگانگان باشه، و این فرصتی بود که
میتونست برای جمهوری اسلامی ایران فراهم بشه که وقتی که ثبات و امنیت در منطقه باشه، هم منطقه به رشد توسعه میرسه، هم خود جمهوری اسلامی ایران میتونه. پس این نقاط مشترکی بود که ما و عربستان رو به هم رسوند که توافق پکن در پکن شکل بگیره با ابتکار مقامات چینی و فرصتی که پیدا کرده بودن. حالا این که در این توافقی که صورت گرفت کدام الان کف باز سنگین تر شد یا کدام طرف نفع و بهره بیشتری برد، یه بحث تخصصیه که باید انجام بدیم ببینیم که به هر حال چجوری میتونیم تجزیه تحلیل بکنیم که به نفع کی یا مساوی طرفین بهره بردن. اما در این تغییر نظام بین‌الملل و دوران گذار که اثراتش در منطقه هم پدیدار شده، شرایطی به وجود اومده که شرایط استثنایی و تاریخی برای جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار داره پیش میاد. چرا؟ چون در دوره‌های قبلی دوران گذار نظم بین‌الملل ایران استقلال اینطوری نداشت، ایران صلابت اینطوری که امروز داره نداره، ایران به این شکلی که الان مقتدره نبود، ایران ارادش به دست خودش که الان هست نبود. خب یه شرایط استثنایی الان برای ایران پیش اومده که از نظر ژئوپلیتیکی بسیار قوی عمل میکنه. خب ما بعد از زمان هخامنشیان تا به امروز نمیتونستیم به دریای مدیترانه برسیم. خب رسیدیم، در دو نقطه هم رسیدیم، در سوریه و در لبنان، و خودمون رو پهن کردیم در منطقه. ما از نظر ساختاری حضور منسجم و منظم داریم. خب حالا وقتشه که در این دوران گذار از این پتانسیل بزرگی که ایجاد شده، هم از نظر سیاسی، هم از نظر امنیتی، هم از نظر نظامی، استفاده بکنیم برای اینکه این ثبات و امنیت برقرار بشه که به نفع کل مردم منطقه باشه. لذا با این زمینه‌های ذهنی و واقعی که من عرض کردم، توافق پکن شکل گرفت. و یک توافق خوبی میتونه باشه به شرطها و شروطها که ما لایه‌های عمیق تحولات جهانی را به خوبی درک بکنیم و بدونیم که چجوری باید بازی بکنیم که بیتونه این پتانسیلی که هست از بالقوه بالفعل در بیاد. سیاست خارجی ما همینطوری که هست آقا فرمودن کاملا بر اساس اصول ششگانه بسیار مهمی که اشاره فرمودن، بر اساس عزت، حکمت، مصلحت، اگر کار آمد باشه، به روز باشه، قوی باشه، دارای کادر بسیار پخته و ورزیده باشه و اختیارات کافی پیدا بکنه، میتونه نقش خوب بازی کنه. از جمله شرایطی که استعاقام بشه اشاره فرمودن انعطافه. هیچگاه سیاست خارجی در اصول ثابته، اما در فروع همون انعطافی که هست آقا اشاره فرمودن باید با شرایط زمان بشه روش مانور کرد و بازی های خاص خودشا انجام داد. هیچگاه ما بازی که 30 سال قبل در منطقه می کردیم با بازی که امروز باید بکنیم یکسان نیست. پازلی که در 30 سال قبل داشتیم در منطقه توش بازی می کردیم با پازلی که امروز باید چینده بشه یکی نیست. خب اینها طراحش دستگاه سیاست خارجی است و باید این پازل ها رو دقیق بر اساس شرایط روز بچینه، دو منابع انسانی و اختیارات کافی بگیره و بعد در میدان دقیق و هوشمندانه عمل بکنه، به نتیجه میرسه. کما اینکه میبینیم رقبای ما دارن همین کارها رو میکنن. ترکیه با سیاست عرض کنم که انعطافی که داره بر اساس شرایط روز، کار ندارم به این که خیلی وقتا زیر اصول میزنه، نه اصول ثابته، خب ولی بازی میشه تو سیاست اگر مانور نباشه درجا میزنه. از نظر منطقه‌ای خیلی دولت 13 هم کلن همش صحبت میکنه که من میخوام در منطقه روابطم گسترش بدم در منطقه. به نظرتون این توافق در جایگاه منطقه‌ای ما خوب عمل خواهد کرد؟ تا الان فکر میکنید خوب عمل کرده؟
به شرط اینکه بدونیم در توافق پکن چه اتفاقی افتاده، چه امتیازی گرفته شده و چه امتیازی داده شده. عربستان یک هوشمندی بسیار خاصی به خرج داد، خودش میخواست از این باطلاقی که خودش درست کرده بود بکشه بیرون. یمن یک باطلاق بزرگ مرگاور بود برای یمن. غل و زنجیری که در یمن به پاش بسته شده بود بسیار کشنده بود و داشت کیان سعودی رو تهدید میکرد. خب الان تونسته با این تاکتیک خودش رو بیرون بکشه. حالا ما باید ببینیم در مقابلش ما چه کار باید بکنیم و یا چه از کنم خواسته هایی داشتیم گرفتیم که رو اون عمل کنیم و بازی کنیم. اگر بنا باشه که امتیازاتی که داده شده مثل برجام نابرابر باشه، باز ما در حالت انفعالی قرار میگیریم. سیاست خارجی ما امروزه یکی از شرایط مهمش باید ابتکاری، پویا و فعال باشه. سیاست خارجی ما در منطقه اگر پویا و ابتکاری نباشه و ندونیم که با هر کدوم از کشورهای منطقه و با مجموعه منطقه‌ای چه باید بکنیم، در جا میزنیم. حتما سیاست خارجی ما در رابطه با امارات، با عربستان، با قطر، با عمان فرق میکنه. اینا یک در یک راستا و یک الگو قرار نمیگیرن. خب این یک مطلب. دومین مطلب برای اینکه این توافق پکن پا بگیره یک ملزوماتی داره، الزاماتی داره. اولینش الگوی پیاده کردن، الگوی اعتماد سازی است. با حرف روابط درست نمیشه، با حرف موانع برطرف نمیشه، با حرف ذهنیت های از کنم طرفی از بین نمیره. نه، با الگوی اعتماد سازی که کاملا علمی هست و مرحله بندی شده، اونها رو باید گذاشت رو میز و یک به یک. ما چه چیزی دریافت کردیم در مقابل اینکه عربستان از باطلاق یمن خارج شده، امنیت آرامکو تامین شده و خیلی چیزهای اصلا امنیت منطقه با توافق ایران، خیلی ها رسانه‌های عربی مخصوصا خیلی راجع به این مانور کردن که توافق عربستان و ایران امنیت منطقه رو تامین کرده. برای ایران چه منافعی؟ من نمیدونم که چی گرفتیم، چون اینجا ندیدم توضیحی داده بشه. یه سری برگشتن به توافقات سابق. ولی اگر همین یک مطلب رو گرفته باشیم کافیه، همین یک امتیاز رو، که عربستان و سایر کشورهای منطقه در برابر واقعیت‌های موجود منطقه رسیده باشند به این، به دو مطلب. یکی این که امنیت منطقه بدون دخالت خارجی باید برقرار بشه، دو باید همکاری دست جمعی باشه. امنیت از خارج و خریدنی نیست. امنیت بارها و بارها من اینا تأکید کردم و عرض کردم، این ذهنیتی که فکر میکنن اسرائیل بیارن تو منطقه امنیت برقرار بشه، آمریکا بیارن تو منطقه امنیت برقرار بشه، کاملا معکوس نشان داده شد. نتیجه آمریکا رو آوردن تو منطقه، سراسر اختلاف، درگیری، خونریزی، عرض کنم که عقب ماندگی، نتونستن به رشد و توسعه برسن و آخرش امنیت برقرار نشد. پس امنیت خریداری کالایی نیست که خریده بشه. دو، امنیت با هم برای اصلا کل واژه امنیت یعنی که برایند همکاری دست جمعی. اگر شما امنیت را در یک برایند همکاری دست جمعی تونستی به منصه ظهور برسونی، توسعه و عمران و آبادانی برقرار میشه. بعدش در یک محیط ناام که تو نمیتونید. خب دبی رسیده به یک جایی ولی امنیت داره؟ نداره دیگه. زمینه های امنیت فراهم نیست. عربستان میخواد به جایی برسه، امنیت داره؟ زمینه های امنیت فراهم نیست. پس این در قالب همکاری دست جمعی امنیت، اگر به اینها به این نتیجه رسیده باشند که باید با همکاری همدیگه در منطقه که از جمله ایران هست به این همکاری امنیتی برسیم، همین برام کافیه. چیز دیگه لازم نیست که گرفته باشیم. اما لازمش اینه که اول این تفاهم حاصل شده باشه، دوم طرف مقابل آمادگی داشته باشه، تلاعب و بازی نکنه با این موضوع، سه وقتی که این همکاری شکل، وقت همکاری اقتصادی هم شکل میگیره.
همکاری اقتصادی در بستری که همکاری امنیتی وجود نداشته باشه هیچ متزلزل سسته. ما میریم در عربستان یا عربستان میاد اینجا همکاری میکنه، طرح اقتصادی سرمایه‌گذاری اقتصادی میکنه، خب ولی کو امنیت میخواد. اینکه به نظرم نمیدونم چی گرفتیم، ولی اگر این را گرفته باشیم و سعودی ها به این اقناع رسیده باشن، هم برای اونا مفیده و هم برای ما، هم برای منطقه مفیده و هم برای اصلا صلح و ثبات منطقه ای. عربستان قطعا به این نتیجه رسیده، قطعا، که در رقابت و درگیری های خشونت آمیز نمیتونه کاری را که باید انجام بده بده. اگر هم میخواد در منطقه پهن بشه، در عراق، در سوریه، در لبنان، در از راه گفتگو، از راه تفاهم است، همین راهی که الان انتخاب کرده. اینا به نظرم رسیده، خب. اما اگر بنا باشه که در این شرایطی که رسیده باز بخواهد در یک رقابت های تنشزا حرکت کنه، اون شکست خواهد خورد. روابط تنشزا منظورتون اسرائیله؟ چون ما الان مشاهده اینیم که اسرائیل در منطقه داره روابطش گسترده میکنه و به شدت کشورهای عربی دارن باهاش وارد روابط میشن. خیلی هم دارن صحبت میکنن که عربستان هم بعدش نمیاد اعلام بکنه که حالا روابط که دارن اعلام رسمی بکنه. و یه اشاره هم میخوام آقای دستماچیان به این موضوع بکنم که بن سلمان خیلی به دنبال اینه که سند 26 بخصوصا بخش اقتصادی اون سند به درستی انجام بشه و خیلی بحث میشه که عادی سازی روابطش در اون بُعد تعریف میشه. خب در اون بُعد بدون شک یک روزی هم با اسرائیل میشینه، به دلیل اینکه دیگه نمیخواد تنش اعراب و اسرائیل باشه و خودش رو نماینده اعراب در منطقه معرفی میکنه. یعنی توی نشست‌های مختلف میگه ما میخوایم یک کشور عربی بعد یک اتحادیه اروپای جدید باشن. خب این اتحادیه اروپا نمیخواد اختلافی با اسرائیل داشته باشه و تنش بالا بگیره. راجع به این چه نظری داری؟ و البته ببخشید این هم بگم، اگر عربستان باعث صلحی میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها بشه که به دو کشور یا دو حکومت تبدیل بشن، ایران اون موقع میخواد چی کار کنه؟ اولا راجع به رژیم صهیونیستی، من لفظ اسرائیل هم به کار نمیبرم چون رسمیت میده به اسرائیل، رژیم جعلی صهیونیستی. ببینید جرثومه فساده، خنجری است به خاذره مسلمین. سه، رژیم جعلی آدم کشه. چهار، از زمانی که این غده سرطانی و پدیده شوم در منطقه از طرف استعمار وجود اومده، منطقه دیگه روی آرامش و صلح و ثبات و امنیت ندیده. واقعیت تاریخی جلوی چشم ماست. چندین جنگ با عرب داشت، بعد سرزمین ها را اشغال کرده، بعد این همه کشت و کشتار و ویرانی، بعد لبنان را نابود کرده. خب که پدیدش چی بوده؟ در برابرش یک چیزی به وجود میده به نام مقاومت. یعنی جواب طبیعی وجود این غده سرطانی مقاومت. خب حالا هر جای این جرثومه فساد بره، همونه، همون آلودگی را به وجود میاره، همون زمینه ها رو به وجود میاره که دوباره اختلاف باشه. یعنی یک آمریکای کوچیک دوباره میره جای آمریکای بزرگ میگیره. یک. دو، در مناسبت های مختلف، آخرینش جام جهانی در قطر، نشون داده شد که مردم حسابشون از حکومت ها جداست. مردم رژیم صهیونیستی رو نمیخوان، منحوسه، افکار عمومی رد میکنه. حالا بیان حکومت ها بدون نظر گرفتن مردم یه کاری بکنن، خب این درست ضد امنیته، ضد ثبات همین حرکت. اگر رژیم صهیونیستی بیاد در بین جمعی از کشورهای منطقه که مردمشون رو نمیخوان حکومت ها به زور بخوان تحمیل کنن، دوباره همون هسته های مقاومتی که در اونجا شکل گرفته در اینجا هم شکل میگیره. پس این مقوله کام، این برای اینکه حکام سعودی یا هر کس که بخواد تو این فکر باشه بداند که با واقعیت ها همچنان که در گذشته نتیجه نگرفتن، الان هم نمیتونن اگر در این راه اشتباه گام بردارن نتیجه بگیرن.
یکی مقوله کاملا ضد امنیتی است. نه مردم ایران، نه مردم عراق، نه مردم اردن، نه مردم سوریه، نه مردم لبنان، نه مردم کشورهای خلیج فارس دست رد و شمال آفریقا دست رد زدن به سینه رژیم صهیونیستی و میزنن هم. چرا؟ چون یک عنصر بیگانه اومده در جسمشون قرار گرفته، مثل که جنس ملتهب میشه و گلبول‌های سفید شروع میکنن به دفاع از بدن، این کارکرد مقاومت هم همینه، شروع میکنه به دفاع کرده از شرف و ناموس خودش. یک. دو، این پارامتر بسیار مهم را کم در نظر میگیریم. دوران، همونطوری که هست آقا فرمود، بسیار قشنگ، دوران بزن در روی گذشته. اگر یه روزی رژیم صهیونیستی اراده میکرد لبنان اشغال کنه، ارتشهای عربی رو در هم شکنه، نمیدونم چی، امروز اسیر یک گروه، یک گروه، نه گروه ها، یک گروه در غزه است و اون هم جهاد اسلامی تازه تأسیس. این حد ضعیف شده و مجبورش میکنه که شرایطش قبول کنه و آتش بس کنه. خب دوران بزن در روی گذشته، به اضافه این که دوران نظم قدیم گذشته، ما وارد دوران نظم جدید داریم میشیم که توازنات قدرت را به هم داره میریزه و اولین آثارش همین توافق پکن بود که انجام شد، که عربستان سعودی سنتی همپیمان آمریکا و غرب خودش، کسی که دردش نگه، خودش با واقعیت ها رو بروش رفته طرف پکن. عربستان سعودی که همیشه در طول این سالیان دراز گذشته نفت به دلار میفروخته، الان به یوان میفروشه. خب پس این یک واقعیت هاییست که اگر بخواد باز عربستان یا امارات یا هر کشور دیگه، کار نداریم هر کشوری بخواهد برخلاف عرض کنم مسیر آب شنا کنه یا برخلاف واقعیات بخواهد تصمیم بگیره یا سیاستی بگیره، شکست میخوره. شکست خورد عربستان، ما دیگه اینجا میخوایم رو دروسی کنار بذاریم دیگه، در یمن شکست خورد از گروه جهادی انصار الله و منجر به توافق پکن شد. امارات نمیتونه اون سیاست سابق خودش را در رابطه با بیدر و پیکری که با رژیم صهیونیستی داشت ادامه بده. دیدیم که شکست خورد و حساب کتاب دار شد جلوی سفر نخست وزیر را رژیم صهیونیستی گرفت. اینا یک واقعیت های منطقه است که به نظر من هر انسان منصف و هر تحلیلگر منصفی جلوی رو خودش بذاره میبینه، و اگر بخواهند خلاف جریان آب باز حرکت کنند همون نتیجه را میگیرند که الان گرفتن، با یک هزینه های بزرگ. و مهمتر از همه، نمیتونه عربستان سعودی بدون درز گرفتن این همه واقعیت ها به اون بیسی خودش برسه. یعنی فکر میکنید اگر روزی عربستان با اسرائیل سر یک میز بشینه و توافقشون رو، توافقات و روابطشون رو علنی بکنه، روابطش با ایران وارد دوران جدیدی میشه؟ اولا که حالا لو افترس بر فرض مثال بشینه، نشستن سابق مصر نشسته، اردن نشسته، چه نتیجه گرفتن؟ الان مصر مردمش آتشی تر از قبل نسبت به رژیم صهیونیستی هستن. دولت رفته یک کارهایی کرده، خودش ذلیل کرده رفته. اردن همینطور چی گرفته؟ الان دوره برگشته به همون مسیر و خودش درگیر کرده با رژیم صهیونیستی. دیده که داره قدسش هم رو از دستش میگیره اردن. این که بشینن، خب نمیشن. وادی اسلو چی شد؟ این چیز وادی عربه چی شد؟ پیمان اسلوی که عرفات رفت امضا کرد چی شد؟ چه گرفتن؟ مقاومت سر جاشه، اونا هم افتادن به سازشکاری و ذلت. هر کس وارد این گام بشه همینه، همین اوشا همین کاسه هست. آقای بن سلمان میخواد بشینه ذلیل میشه، منکوب میشه، همونطور که مصر شد. مصر یه روزی حاکم بلا منازع جهان عرب با عزت بود، زمان عبدالناصر. بله؟ چی؟ امروز مصر کجاست؟
بله. پس البته حسابات خودمونم رو ما داریم، در برابر هر پدیده جمهوری اسلامی ایران با حساب کتاب خودش وارد میدون میشه، کما این کتاب حال شده. آقای دستماچیان، خیلی این روزها این یه سوالیه که خارج از تحلیل، حالا تحلیل های کارشناسیه، این روزها در کف خیابون های ایران گفته میشه که ایرانی ها بلدن بجنگن، مقاومت کنن، ولی بلد نیستن و وقتی جنگ تموم میشه دیپلماسی اقتصادی داشته باشن، دیپلماسی داشته باشن که منافع اقتصادی کشور رو تامین میکنه. در خصوص دولت 13 من حالا به برجام مفصل میرسم و باهاتون صحبت میکنم، چون شما از مخالفین برجام هستید، نظراتتون رو میخوام بشنوم. ولی دولت 13 اومد گفتش که برجام یه قسمتیه، ممکنه بشه ممکنه نشه احیای برجام، ما اون رو یه قسمت جدا فرض میکنیم، که البته الان کاملا نگرش متفاوت و رفتار هم متفاوته که میبینیم برجام خیلی هم تاثیر در اقتصاد و همه شرایط داشته، حالا راجبش میپردازم. اومدن گفتن ما میخوایم سیاست خارجی منطقه‌ایمون رو قدرت بدیم و شرقیمون رو، حالا شرقی به مفهوم نه بلوک شرق، منظور به روابطمون رو گسترده کنیم با روسیه و چین. بله. میخوام بدونم از نظر شما ما بلد بودیم سیاست اقتصادی داشته باشیم بدون برجام، بدون پذیرش FATF، که بتونیم در منطقه و با حالا کشورهایی که به اصطلاح میگن شرق روسیه و چین و غیره روابطی داشته باشیم؟ اگر این برداشت، برداشت کف خیابانه، این برداشت درستیه. یه دلیل خیلی ساده هم داره. دلیلش اینه که ما کلن در طول سالیان دراز گذشته تو دو جهت اساسی کم سرمایه گذاری کردیم. یکی در زمینه ساختار، ساختارهای ما به شدت معیوبه، چه در بوروکراسی اداریش، چه در چیدمان اقتصاد، چه در چیدمان تولید، چه در جهتگیری های مدیریتی و سیاستی، که اصلا یک بحث بسیار متولی میتره که روزی بشینیم بگیم اینا، این حرفایی که من میزنم یعنی چی. یه نمونش به شما عرض کنم. خب شما نگاه کنید این یارانه ای که ما داریم میدیم الان شده ماهی 12,000 میلیارد حدودا، این بره تو تولید و اشتغال درست بکنه و کارهای ارزون دست مردم برسه بهتره، یا بدن به من و شما که یک کیلو گوشت بخریم؟ همین یک ساختار میخواد، این جهتگیری میخواد، این تصمیم میخواد، این یک اراده قوی میخواد که این پرت ها و چیزهایی که بسیار زیادم هست مثل این، ما بشینیم یه جایی حل و فصل بکنیم که این همه انرژی و سرمایه‌ای که داره هدر میره ماهانه نه سالیانه، ها یه جایی جمع جور بشه و این وضعیت ما رو میتونه نجات بده. همین. خب پس این ساختارها. دوم، این کاری که ما باید بکنیم و انقلاب به ما نقش داده، ما رو آورده در سطح بسیار بالایی که عرض کردم در قبل، که ما از نظر ژئوپلیتیکی یک وضعی شدیم که داریم بازی میکنیم با معادلات منطقه‌ای و الان با معادلات بین‌المللی، ما داریم نقش ایفا میکنیم. این نیرو نداره، این کادر نداره که این کار رو رهبری بکنه، هدایت بکنه، مدیریت بکنه. کادر ما کادرسازی نکردیم. وزارت خارجه کادر مناسب نداره؟ وزارت خارجه کادر مناسب داره، اما نه اختیارات کافی داره و نه بودجه کافی و نه ساختاری که بهش اجازه بده که این کارو بکنه. هنوز ما در ساختار گیر هستیم. وزارت خارجه به شما عرض میکنم، چون من هیچ تعصبی ندارم، ولی خیلی حساب شده و بررسی شده از مهم، هیچ وزارت خونه مثل وزارت خارجه نیروی انسانی با کیفیت نداره، اما کافی نیست. هم باید از کسانی که در قدیم استخون خورد کردن و شدن بازنشسته و پیشکسوت استفاده بشه در این شرایط جهانی. من
خیلی وقت در بین دوستان سفرا و مسئولین وزارت خارجه من اینو عرض میکنم. ما در یک شرایط استثنایی تاریخی قرار گرفتیم که دوران گذار بین الملل هست خواب و ایران باید نقش ایفا کنه برای اولین بار. هر چه نیرو داری تو باید به کار بیاری، آماده باش بدی، آماده باش نیرو در همه عرصه ها و امکانات بدی. وزارت خارجه من دستش بسته است، بودجش کمه، سفارتخونه دوستان سفارای ما دستشون بسته است، بودجشون کمه، نیرو ندارن، کار ندارن، خیلی چیزا هست که الان اینجا جاش نیست که با بحث بکنیم. خب بله وزارت خارجه میتونه اما اختیار نداره، میتونه اما بودجه نداره، میتونه اما ظرفیت انسانیش کمه، منابع انسانیش و این از جمله چیزهایی است که باید نظام در فرمایشات هست آقا منعکسه بسیار جدی برخورد کنه. چرا؟ سیاست خارجی قلب تپنده نظامه، سیاست خارجی تضمین کننده امنیت ملی یک کشوره. اگر ضعیف باشه، اگر نتونه ایفای نقش بکنه، بسیار شکننده میشه امنیت ملی یک کشور. و این چیزی من میدونم همیشه آقا مازن رحمتی وسط آقا بسیار روی این تمرکز دارن، ولی به لایه های بعدی که میرسه میبینیم توجه نیست نسبت به این چیز بسیار مهمی که من دارم اشاره میکنم. فکر کنید تعدد تصمیم گیران، تعدد ارگان ها در خصوص این هم یکی از دیگه مشکلات بوروکراسی ما که عرض کردم، یکی دوتا نیست. وزارت خارجه باید سیاست دستگاه سیاست خارجی، حالا وزارت خارجه من نمیگم، دیپلماسی ما، شما هر کشور دیگه نگاه کنین بسیار روان هست. در چی؟ در تصمیم سازی و در تصمیم گیری و در اجرا. همین کشور همسایه رو مثلا بزنیم، ترکیه، به محضی که به یک تصمیم بر اساس منافع ملی خودشون خیلی هم سریع میرسن، حتی اردوغان هم میارن پای کار که یک سفر چند ساعته بره روسیه یا بره فلان جا و برگرده به هدفش ها از کنم به کرسی بشونه در جهت تامین منافع ملی. آقای دستگاه حد... چرا شما دارین راجع به یه موضوعی صحبت میکنین که من دوستم بهش ورود کنم؟ ما در کشورمون میبینیم یک کسی در یک شهرستان در یک نماز جمعه یه سخنرانی میکنه و تنش جدی در کشور ایجاد میشه در حوزه سیاست خارجی. چرا جلوگیری نمیشه این موضوعات؟ چون این روند رو ما خیلی داریم میبینیم که اتفاق که من نمیدونم، یعنی من مسئول نیستم میدونم نه، من میخوام نظر شما رو به عنوان کارشناس و کسی که سالها تو دستگاه دیپلماسی بوده بپرسم. تمام این مجموعه هایی که الان شما اشاره کردی به من عرض کردم با دست به دست هم بده یک کشور منضبط در کلام. من میخوام علل این عدم اتحاد این ارگان، علالش اینه که هنوز ما جدی نگرفتیم سلطه و نظام و حاکمیت را. هنوز میخواند همه در مورد همه چیز اظهار نظر بکنند. این یک آنارشی و منارشیه عرض کنم که حکمرانیست. هیچ جا به کسی اجازه نمیدن خارج از مسئولیتش حرف بزنه و اگر زد مؤاخذه میشه، معاقبه میشه، چون هزینه داره برای امنیت ملی کشور، چون هزینه داره برای مردم. و اینجا نیست، عقاب نیست. بدون مسئولیت اون کسی که مسئولیت نداره یک حرفی میزنه و بعدش باید یک نظام و یک کشور هزینه شو بدن، باید حل میشه. اینا میدونین ما در این دورانی هستیم که بسیار شرایط حساسه، خطیره و ایران باید نقش بگیره بیاد بالا. و اگر اینها منضبط نشه، تحت مدیریت نیاد و یک اراده پولادین پشت این نباشه و از همه بالاتر عزم ملی پشت این نباشه، ما در جا میزنیم، ما حتما ضرر میکنیم، شکست میخوریم. حالا البته اخیراً جای خوشبختی است، واقعا دیدم این توافق پکن که انجام شد کم اظهار نظر شد، حالا شد ولی کم، خود این یک نشانه از کم موافقیت. ولی باید بسیار با صلابت و قاطعیت مدیریت بشه سیاست خارجی. این نیست که کسی حرف نزنه، چرا گویا باید صحبت بشه، ولی در چارچوب مدیریت هماهنگ.
بخش میدان و بخش عرض کنم که سیاسی نباید در چرا این اتفاق برای برجام نیفتاد آقای دستگونچیان؟ یه توافقی شده خوب یا بد؟ من اصلا حالا بعداً راجع به اون صحبت میکنم. یه توافقی اتفاق افتاد، از روز اول این توافق که حتی رهبری هم خب تایید کرده بودن، یعنی مگه میشد توافق به این ابعاد انجام بشه و رهبری و حالا تمام ارگان ها نپذیرفته؟ قطعا همه موافق بودن که این اتفاق بیفته، حالا به هر شکلی. از روز اولی که این توافق انجام شد دعواهای داخلی ما خیلی بیشتر دعوای خارجی بود. این چرا این اتفاق افتاد؟ چراش خیلی مهمه. دولت قبل به نظرم در شیوه مدیریت برجام و رسوندن به توافق اشتباه بزرگ کرد. این اشتباه بزرگ کجاست؟ بدون در نظر گرفتن اجماع ملی نخبگی و بدون در نظر گرفتن شراکت دادن جهات مختلف نخبگی شروع کرد به یک حمله شدید، حواله جهنم داد به مخالفین، بی سواد کرد اینها را، نمیدونم اینها اهلش نیستن، خیلی اتهامات سنگین به مخالفین. بله یه دایی ممکن بود اینایی که اینا میگفتن، یه دایی ممکن بود اینطور باشن، ولی اینکه جمع شما میزنی خب معلومه وقتی که شما اینا را در نظر میگیری این دعوایی که قبلش باید اتفاق بیفته بعدش اتفاق میفته. یک موضوع اجماع ملی که امنیت ملی کشور، همه چیز کشور در اون قرار داره، شما ممکنه که به وسائلی، همون کانال هایی که شما گفتید، مجلس و فلان و بسار و اینا، با یک فشاری به نتیجه برسه. اما بدان که شما دعوای قبلی رو که نکردی بعدش این دعواها میاد تو میدون، نمیتونی که. آقای دستگونچیان شرایط اون روز ایران رو در نظر نمیگیرید؟ شرایط اون روز ایران، پرونده ایران در شورای امنیت بود. من به شما بگم این خیلی بحث مهمه. اول شرایط اون روز ایران، حالا اون روز سخت‌تر امروز، قطعا امروز نه، من از نظر من سخت‌تر نیست. بدانید که پرونده‌مون شورای امنیتی، ما هنوز میتونیم نفت بفروشیم به حتی اونم یک چیزی است که همینطوری انداختن سر زمان. اولا اینطور نیست، دو گیرم که از شورای امنیت بردم بیرون، مکانیزم ماشه که چاقو رو دادیم دست خود جلادا، هر آن خواستن مکانیزم ماشه مثل آب خوردن برمیگرد، با یک دکمه فشار میدن برمیگرد. مکانیزم ماشه برای همینه که شما هر وقتی اینا اراده کردن شما برگردی به همون شورای امنیت. یک، دو، بزرگترین فرصت تاریخی را مقام معظم رهبری در تاکتیک نرمش قهرمانانه بعد از 40 سال ایجاد کردن برای کشور، که کشور از اون تنش غلیظی که با غرب پیدا کرده بود بیرون بیاد، پنجره باز بشه، تنفسگاه ایجاد بشه. درسته که در قالب مذاکرات عمان مسقط و بعدش هم در قالب برجام این شکل گرفت، این ضرورت هایی که میگیم. اما چگونه این ساختار درست شد این مهمه. شما اون شرایط استراتژیک را مثل یک گوی طلایی که داده میشن دست شما، مهم اینه که با چه هنری این گوی طلایی را بسازی و زیباش کنی و مستحکمش کنی. برجام اولا نه تفاهم نه قرار دادن، هیچی نیست، رو کاغذ، کاغذ بدونه نه امضایی پشه، هیچ تعهدی توش نیست، فقط یه باش تعهدات رد و بدل شده. دو، برجام هیچ تضمینی برای اینکه چگونه ادامه پیدا کنه نیست. تضمین روشه؟ هنوز که هنوزه تو همین تضمین گیر کردیم که چیزه. میگیم که آمریکا نمیتونه نه کنگرش نه رئیس جمهورش نه هیچ تضمین بده. خب تضمین عملی که میتونست بده چیه؟ اون تضمین عملی آ شما
اینو 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 این باید به ما بدی تا ما اونو اونو اون بدیم. درسته؟ این طرح و اون طرح و این طرح و این طرح رو باید اجرا کنی تا ما 20% رو بیاریم 3%. اون چیز رو باید بدی تا ما 12 تن کیک غنی شده رو به تحویل بدیم. وحی خب هر جام درست کردیم خیلی سخاوتمندانه با یه لبخنده ولی هر چی داشتیم دادیم تو دامن حضرات دشمن. اینا دشمن قد داریم مثل امریکا باید چیکار کرد و یه لبخند به ما تحویل داد. بعد لبخندم اکتفا نکرد با یک سر قلم جناب ترامپ همش فرو ریخت رفت به کارش. بعدش هم 2 سال و 3 سال بعدش هی اروپایی ها برای سر کار گذاشتن سر اینتکس و فلانس و از این حرف ها. برجام ما اینجوری اون ظرفیت و پتانسیل بزرگ استراتژیک ها نابود کردیم. اگر بنا بود که بحث خب هنوز که هنوز بحث لغو و تعلیق مطرحه. هنوز دارن علمای قوم بگن که آقا این لغو یا تعلیقه، هر چی هم باشه فایده نداره دیگه، اصلا کارکردش از بین رفته. خب بحث برجام یک ظرفیت استراتژیک و یک ضرورت استراتژیک بود، همونطوری که شما اشاره فرمودید. خب می‌خواستیم از این گرداب بزرگی که درست شده بود به وسیله خودشون ما بیایم بیرون. اما به محض اینکه اومدیم بیرون از یه استخر اومدیم بیرون، پرتمون کردن توی اقیانوس دیگه. غیر از اینه ترامپ تصریح میکند که بزرگترین تحریم های تاریخ را علیه ایران به اجرا گذاشته. این نتیجه بهرام، این نتیجه برجام باید باشه. اون که بود همون بحث شورای امنیت، بحث شورای امنیت چیزی عوض نشده که. شما یه چیزی گذاشتن در اختیار به نام مکانیزم آشه، هر وقت اراده کنه همونه، همون آشه ده همون کسه. پس اینها نشون میده که ببینین برجام باید بسیار روش دقت میشه، نه که معامله نقد و نسیه باشه. کدوم کشوری 12 تن اورانیوم غنی شده سالیان درا ما همین کو چی گرفتیم؟ میگن یه 700 میلیون گرفتیم، نمیدونم 7 میلیارد گرفتیم. اینا بود بعد از 40 سال اینا اینا بود، اینا میخواستیم ما. بعدش هم حالا تازه به این اکتفا نکردم، میگه آقا نه بیا حالا مسئله منطقی هم حل کنیم، موشکت هم بده، امنیت هم بده، سپاه هم منحل کن، نظام ولایت فقیه هم ورد. برجام هایی که میگن ایناست دیگه. شروط 12 گانه جناب پومپئو میاد که یعنی تسلیم محض. این بود نتیجهش؟ این بخواستیم باشه؟ نمیخواستیم. از آقا برجام درست تایید کردن اما با چی؟ با 8 بند که خود جناب آقای دکتر ظریف عزیز دوستمون، دوست محترم و خیلی نازنینمون فرمودن که ما از آقا عذرخواهی کردیم که خیلی از فرماشتشون رو نسلیم اجرا کنیم. چه عجله ما داشتیم برای این کار؟ شما به ما بفرمایید. حالا 2 ماه، 3 ماه، 4 ماه، 5 ماه، 6 ماه دیگه کی عجله کرد در داخل؟ بپرسید کی عجله کرد. آقای دستمالچیان اونایی که عجله کردن بپرسید. خب نمیدونیم ما که مدیرانی که برجام به نتیجه رسیدن از جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم سابق تا پایین که آب خوردن ما را وصل کرده بودن به غیر از اینه به کت خدا. خب الان واقعیاتیست که ما که نمیتونیم یا گفته شده. بله تحریم هم که وجود داره دیگه. حالا تحریم های شما میگین تحریم های شورای امنیت هم بود یا نبود، ما شرط همین بوده. خب الان آب مردم وسته به برجام. ما دلارمون با سخنرانی یه آمریکایی تو آمریکا که حالا میگیم سخنگو یه کاخ سفیده، دلارمون جابجا میشه. آقا اولا یه خورده من به شما عرض میکنم وضعیت اقتصادیمون یه وضعیت شوک آور و هیجانی و احساسی شده که اتفاقا رو این موج خود اونا سوارن در طریق فضاهای مجازی و از کنم جنگ های روانی و جنگ های شناختی که به شدت سرمایه گذاری میکنن. کو
کدوم کشوری این همه رسانه های شنیداری و تصویری و مکتوب علیه اون کشور درست کرده باشن براش غیر از ایران؟ این بمباران تبلیغاتی و روانی سنگین، این میخورد دلار ما تابع همین احساس و عواطف و این شارژ روانی که تو جامعه میفته میشه. این یک. دو، اما دلار به هیچ وجه ارتباطی با برجام نداره، با هیچ دیگه نه قطعا نداره، ولی با تحریم ها که مربوطه. تحریم ها اونا باید برطرف کنن، ما چه ربطی داره؟ خب وقتی که ما رفتیم که دو سال مذاکره کردیم. آره صاحب خانم، ما رفتیم که تحریم ها رو برداریم. کو به ما بگید کو بابا اصلا برداشتن هیچیا؟ نه برداشتن یا اضافه کردن؟ نه، ما توافق نرسیدیم آقای دستمون. یعنی چی برجام چی بود؟ خب برجام که ترامپ خارج شد، دولت جدید اومد گفت دولت جدید میدونی چی میگه؟ دولت جدید میدونی چی میگه؟ یعنی این مذاکرات جدید میدونی آمریکا چی میگه؟ میگه دوباره مثل سابق، هرچی من میگم اول تو انجام بده، بعد من میام دوباره مثلا تحریم لغو میکنم، چه میکنم، کجا میکنم، دوباره همین وعده های نسیه قبلی. و دولت جدید گرفته درس عبرت از سابق که دوباره نوا از یه سوراخ که دوباره نوا گزیده بشن. دوره میگه من نقد بدم تو نصیحه بدی، میگه همونطوری که اصلا آقا فرمودن آقا تعهد ببین خانم بهرام عزیز، برجام داره یه سری تعهدات متقابله، ایران تعهداتش انجام داده، بله بدونش و اونا انجام ندادن. الان ایران میگه من حاضرم گام به گام میام جلو، این تعهدمو که انجام میدم تو هم اون تعهدت انجام میدی. اون میگه نه، شما همه را که چیز شده برگرد به نقطه صفر، ما اون موقع بر میگردیم. خب چه تضمینی هست؟ نه یه نامه نمیدن، یعنی گفتن وزیر خارجه نامه بده که آه تا دو ساله که شما هستید تا دو سال بعدش هم ما کاری جون نداریم. حتی یک دونه نامه ساده هم نمیدن. یعنی نباید که از ما یک بار از دو سوراخ از یک سوراخ دو بار گزیده بشیم. این حکمت. خب دولت جدید نمیتونه در برابر مردم و نظام مسئوله. شما پیش بینی البته کار درستی، ولی پیش بینیتون چی هست برای چی؟ پیش بینی اینه که این قضیه برد موقتی که درست کردن دوباره، من اینا تو جای مختلف عرض کردم، اینجا عرض میکنم، این نزدیک انتخابات که شد میخوان دوباره با هزینه جیب ما این داستان درست کنن و بعد چه کار کنن؟ تو انتخابات برنده بشن با این وسیله و دوباره بزن. اگر میخواد بایدن به نتیجه برسونه برجام که اولا قبل میرسوند، نمیخوان، و نشون داد که بایدن و ترامپ و اوباما و اینا اصلا این حرفا بسیار ساده لوحانه است که بگیم ترامپ اومد چیز کرد، اوباما چه کرد؟ سیستم داره اونجا اینا میچرخونه، سیستم بسیار منسجمه که فقط این عروسک ها میان عوض میشن و داره سیاست راه خودشو میره. بعضی از ساده لوحان در داخل دل خوش کرده بودن که بایدن میاد با این وعده هایی که داره میده این برجام شکل میده. شکل ما شناخت از دشمن نداریم، متاسفانه شناخت عمیق نداریم، هی گول ساده لوحی خودمون میخوریم و دشمن به ما ضربه میزنه. چرا ما سعی نمیکنیم با آمریکا رو در رو صحبت بکنیم؟ سر برجام صحبت کردیم، ولی چرا این بار سعی نمیکنیم رو در رو مشکل رو حل کنیم؟ دلیل اصلی که این دفعه مذاکرات مستقیم نشد یک چیزه، بیشتر هم نیست. آمریکا فشار می آورد برجامی را که ترک کرده برگرده بدون هیچ هزینه‌ای، بدون پرداخت هیچ گونه تعهدی، بدون هیچ عرض کنم که چیزایی که باید عمل بکنه، بعد بیاد مجانی تو برجام و از اونجا دوره اذیت بکنه. دلیل این که ما با آمریکا نمیتونیم و نخواهیم هم صحبت کرد مستقیم اینه که آمریکا باید تعهداتش عمل بکنه که بدانیم تعهدات عمل شد. بله
حرفی نداریم، اوکی سابق نشستیم، تو مسقط نشستیم، ده جای دیگه هم نشستیم. الان میخواد آمریکا دوباره این کلاه گشاد سر مردم ایران بذاره که بیاد از جایی که خارج شده بیاد داخل بشه بدون هیچ گونه هزینه ای و دوباره از اونجا میخواد اهرم فشار درست کنه. این فلسفهش اینه. والله قبلا میگه صحبت نکردیم بدون لغو تحریم ها. آقای دستمال چیان فکر میکنید شرایط کشور ما به چه سمتی بره؟ فکر میکنید ما بتونیم همین سیاست داخلی سیاست ببخشید منطقه ای و شرقی رو ادامه بدیم؟ اولا من به شما عرض میکنم مردم ایران بی نظیرن، واقعا بی نظیرن در صبر و مقاومت، در ایستادگی و در هوشیاری و هوشمندی. با صبر و مقاومت بزرگترین سلاح برنده و تاریخی آمریکا رو بی اثر کردن. تحریم یه روزی میتونست گرفتار ایجاد کنه، اما مردم ایستادن و این سلاح. شما کشور احساس میکنید تحریم هستیم، داره نیازمندی ها وارد میشه و داره تمام چرخ کارخانجات میچرخه و داره یک جا هست اون فشار اقتصادی است که به مردم میاد. خب این درست، اما این نیست که ما زندگیمون تحت سیطره تحریم رفته باشه. نه، با سختی زندگی میکنیم ولی نیست. ما عبور کردیم کما اینکه کسان دیگر را عبور دادیم. الان اینکه تبادلات ارزی دلاری انجام بشه داره در دنیا اصلا فراموش میشه. عرض کردم که عربستان با یوان معامله میکنه، روسیه با روبل خودش. الان همین صحبت سفر اخیر آقای رئیس جمهور بندنزی بنا شده که با ارز خودمون ملی دو کشور. خب و سایر جای دنیا دیدید که خیلی ها چیز کردن. یعنی چی؟ یعنی تحریم کشک. ما میخوایم بریم نیازمون بخوریم از فلان کشور، میخوریم با ارز خودمون، با ارز ملی. تحریم سلاح برنده ای بود که میخواست کمر این مردم رو بشکنه و نتونست با صبر مردم و حوصله مردم. اما این گرفتاری و سختی معیشتی که مردم پیدا کردن، بنده معتقدم، حاضرم بحث کنیم، ابدا ربطی به تحریم نداره. ربط به سوء مدیریت داره و سوء ساختارهای عرض کنم ناهنجاری که هست و بروکراسی های بسیار پیچیده، به اضافه و صریح گفت اینا، به اضافه مافیاهای خطرناکی که در بخش اقتصاد چنبره زدن و دارن خون مردم رو میمیکن. اگر نتوانیم و یا اراده نکنیم و یا نخواهیم با این مافیای هفت سر درگیر بشیم و از بینش ببریم، تحریم که هیچی، تحریم هم اگر رفع شد هیچ، همه کشورها ما رابطه برقرار کردن هیچی، تمام این زالوها و افعیه های خطرناک گنده تر از سابق میشن و به جون مردم میفتن. فاصله طبقاتی شدیدی که همین مافیاهای حرام خوره راندخار درست کردن، میگه میشه قابل قیاس کرد با اکثریت مردم اونطوری با سختی، یه دهی 20% هم با اون رفاه عظیم که هزار میلیارد چیه براش، یه هزار تومانیه در زندگی میکنن، تحریم هم رفع بشه. همینه، ما باید بریم سراغ اصل کاری. یک، اصلاح ساختارهای مدیریتی. دو، جهتگیری های درست اقتصادی. سه، مبارزه با مافیا. برای چی ما هی مقام معظم رهبری اشاره میکنن که آقا اقتصاد شما باید بیفته دست خصوصی، بخش خصوصی هست که میتونه از مال حفاظت کنه، از سرمایه حفاظت کنه و به تولید درست برسه. دولت که نمیتونه با یک مدیری که پول بهش میده، حقوق میده، کارخونه فلان و بیچرخونه، اون مدیر چه دلش میسوزه برای این سرمایه عظیمی که زیر دستشه؟ اون سرمایه دار و سرمایه گذاری که تأسیس کرده کارخونه را، شب و روزش رو میذاره برای این سرمایهش.
باید بیافته این جریانات درست بشه، اصلاح بشه، مردم کارشون درست بشه. ما نمیتونیم هم اقتصاد دولتی داشته باشیم و هم سوء مدیریت داشته باشیم و هم رانت داشته باشیم و هم فساد داشته باشیم و هم عرض کنم مردم در رفاه باشن. سازگار نیست اینا با هم. اینا چیزهای بسیار متضاد است که رو در روی هم قرار گرفتن. اصلا برای همیشه من این عرض میکنم، اصلا وضعیت اقتصادی مردم به تحریم ربط نداره، خیلی نقش ضعیفی داره. وضعیت مردم به این چیزهایی که من عرض کردم، این عواملی که من عرض کردم و خیلی های دیگه هم هست، به اونا ربط داره. برای چی شما با ماشین این کار میکنید؟ ماشین وسیله زندگی مردمه. چی اینطوری بازی میکنیم باش؟ برای چی با سایر بیندازیم تو گردونه های مافیا؟ چرا؟ آقای دستمانشیان، به عنوان سوال آخر میخوام ازتون بپرسم، شرایط سیاست خارجی ایران رو در یک دهه آینده چگونه میبینیم؟ تحلیل برای شما، سالها در دستگاه دیپلماسی بودین، سفیر بودید، کاردار بودید، سیاست خارجی ایران رو میشناسید. فکر میکنید در یک دهه آینده سیاست خارجی ایران به کدوم سمت میره و اوضاع سیاست خارجی بهبود پیدا میکنه؟ چون این روزها معلوم میشه که خیلی اوضاع به سامانی نداره، ولی خب شما چگونه تحلیلش میکنید؟ دو فرضیه هست. اگر ساختارها و لوازم و اسباب کار فراهم بشه و یک مدیریت منسجم و قوی پشت سر دستگاه دیپلماسی و هدایتش قرار بگیره و اون چرا که باید و شاید شناخت پیدا کنیم نسبت به تحولات آینده و اینکه ایران کجای کار قرار میگیره که بارها مقام معظم رهبری اشاره کردن، بسیار روشن، قشنگ، بسیار عزتمند و قدرتمندانه، همینطوری که مقام معظم رهبری بارها فرمودن، منم از نظر کارشناسی عرض میکنم، بسیار ما آینده روشنی خواهیم داشت به شرط. اما اگر سوء مدیریت داشته باشیم، اگر نیروی انسانی کافی نداشته باشیم، اگر شناخت نداشته باشیم نسبت به تحولات آینده و اگر نتونیم منضبط کار کنیم، بسا باشه تیغی میشه علیه خودمان شرایط آینده. درست. خیلی لطف کردید بابت وقتی که مرسی.